به همین دلیل اومدن از روش های مثلا کبریتی استفاده میکنن. ولوم آرتورس چیه و چی کار میکنه؟ دست ما یعنی نوک الکترود لرزش داره، تکون داره. بعضی دوستان تصور میکنن که این سیستم آنتی استیک جلوگیری میکنه از چسبیدن، در صورتی که این شکلی نیست. دوستان سلام، ارادت. وقتی میخواید دستگاه اینورتر جوشکاری بخرید، سه تا گزینه است که خیلی تو تبلیغات سایت های مختلف میشنوید، یا خیلی ها میان ادعای عجیب غریبی رو این سه تا گزینه میکنن. این سه تا رو میخوام کامل براتون توضیح بدم، عشان کالبد شکافی کنم که بفهمیم چیه. اولی شروع گرم یا هات استارت است، دومی آرک فورس، ولوم آرک فورس، و سومی آنت استیک یا ضد چسبندگی. این سه تا رو میخوام قشنگ کالبد شکافی کنیم، ببینیم چی هست و هر کدوم به چه دردی میخوره و آیا لازمه که دستگاه ما چنین آپشنی داشته باشه یا خیر. بریم که داشته باشه. دوستان خیلی خوش اومدید به تول تاک آیچوب. روزبه هستم و بسیار خوشبختم که با این تول تاک از آیچوب در خدمت شما هستم. خوش اومدید به استودیو آیچوب. اولین گزینه هات استارت هست. هات استارت اسمش روشه. هات یعنی گرم یا داغ، استارت یعنی شروع، یعنی شروع داغ یا شروع گرم. کجا به دردتون میخوره؟ اون لحظه اول که میخواید نوک الکترود رو بزنید به قطعه کار، خیلی پیش میاد، مخصوصا در دستگاه جوش قدیمی، دستگاه ترانسفورماتوری، که نوک الکترود میچسبه به قطعه کار. به همین دلیل اومدن از روش های مثلا کبریتی استفاده میکردن، یعنی کار قطعه کار رو ثابت که هست، الکترود رو میکشیدن روی کار تا اون قوس الکتریکی اولیه ایجاد بشه. تو دستگاه اینورتر جدیدتر اومدن روش در واقع هات استارت استفاده میکنن. من مثلا تنظیم میکنم جریان جوشکاری خودم رو روی مثلا 100 آمپر. هات استارت میاد چیکار میکنه؟ در لحظه اولی که نوک الکترود برخورد میکنه به قطعه کار، جریان رو کمی بیشتر میکنه، مثلا یهو میکنه 110 آمپر در ثانیه، مثلا 120 آمپر، 130 آمپر، تا اون قوس الکتریکی اولی ایجاد بشه. پس از اینکه قوس ایجاد شد، دوباره جریان رو برمیگردونه به گجا، به اون مقداری که تنظیم کرده بود. حالا دو نوع وجود داره در مورد هات استارت. نوع اول اینورترهای پیشرفته هستن که میزان هات استارت رو به صورت درصدی میتونید تنظیم کنید، از 10%، 5% تا 100%. یعنی من میتونم تنظیم کنم که در لحظه اولیه برخورد نوک الکترود به قطعه کار با چه نسبتی از جریانی که تنظیم کردم جریان من بالا بره، جریان اولیه من بالا بره. اگر رو 10 بذارم مثلا 10% نهایتاً بیشتر میشه، اما اگر رو 50 بذارم مثلا 100 آمپر من یهو میشه 150 آمپر، دوباره برمیگرده. وقتی قطعه کارتون رنگ داره یا زنگ داره، یا قطعه هاتون نازک‌تر هست یا کلفت‌تر هست، این تنظیم میتونه به شما کمک کنه. اما در 99% اینورترهایی که تو بازار ایران هست، این به صورت پیشفرض روی 5% و 10% هست. شما نمیتونید با ولوم‌هایی که روی بدنه اینورتر هست این مقدار رو کنترل کنید، مگر اینکه اینورترتون اینورتر خیلی خیلی گرونتری باشه با تنظیمات خاص هات استارت. گزینه دوم که باز هم خیلی میشنویم و سوال خیلی از شما هم همین هست، این که آرک فورس. ولوم آرک فورس چیه و چی کار میکنه؟ چطور با تنظیم بشه و چه تأثیری رو فرایند جوشکاری ما داره؟ قبل از اینکه من آرک فورس رو براتون توضیح بدم، باید فرایند قوس الکتریکی رو توضیح بدم. اسمش ترسناکه اما تعریفش ساده هست. ما وقتی دو تا رسانه داشته باشیم که ازش جریان عبور کنه و بین این دوتا رسانه به اندازه کافی جریان عبور کنه و این دوتا فاصله مناسب از همدیگه داشته باشن، هوای بین این دوتا رسانه یا هر گازی دیگه ای که عایق باشه دیگه اون خاصیت عایقی رو نداره، به اصطلاح یونیزه میشه. اسمش ترسناک اما عملکردش خیلی ساده است. وقتی یونیزه بشه اون هوا دیگه عایق نیست، رسانه است، یعنی جریان از خودش عبور میده و یک نوع پلاسما تشکیل میده و تشکیل این پلاسما خودش رو به صورت حرارت زیادی که بین دو تا الکترود هست با اون نور بسیار شدید نشون میده و این باعث ایجاد قوس الکتریکی میشه و حرارت و در نتیجه در هم آمیختن فلزات برای جوشکاری. پس من قوس الکتریکی رو ایجاد کردم. کاری که اینورتر من میکنه این قوس الکتریکی من رو ثابت نگه داره و وقتی این قوس الکتریکی ثابت باشه میزان حرارت یا اون حسچه‌ای که تشکیل میشه و عمق جوش هم قابلیت کنترل داره. اما میدونیم ما توی جوشکاری با دست ما یعنی نوک الکترود لرزش داره، تکون داره، حرکت داره. پس من نمیتونم دائم این رو
ثابت نگه دارم، یعنی فاصله نوک الکترود و قطعه کار خودم رو کاملا ثابت نگه دارم. آکفورس میاد چیکار میکنه؟ حس میکنه میزان فاصله بین الکترود و قطعه کار رو با سنجش ولتاژ و جریانی که ازش عبور میکنه و میاد جریان رو کمی بیشتر یا کمی کمتر میکنه تا اون حوزه‌ای که تشکیل میشه یک جوشکاری ثابتی داشته باشه، حرارت ثابت و شکل حوزه جوش ثابتی داشته باشه که خودش رو در عمق جوش مناسب و یا در واقع شعاع جوش مناسب وقتی از بالا داره بهش نگاه میکنی با حوزه جوش نشون میده. من میتونم آرک فورس رو تنظیم کنم از یه درصدی به پایین تا یه درصدی به بالا. هر چقدر من ولوم آرک فورس رو بیشتر به سمت راست میچرخونم، یعنی بیشتر میکنم، به اینورتر خودم میگم که تو حساسیتی بیشتری نسبت به این حرکت دست من داشته باش و بیا جریان رو در بازه بیشتری کمتر یا بیشتر کن. مثلا اگر من دارم جوشکاری قوس الکتریک خودم انجام میدم و فاصله نوک الکترود و اون قطعه کار من مثلا 3 میلیمتر، 4 میلیمتر، 5 میلیمتر، اگر من فاصله دستم رو کمی بیشتر بکنم، آرک فورس میاد چیکار میکنه؟ جریان رو بیشتر میکنه، جریان جوشکاری رو. مثلا اگه 100 آمپر بود میکنه 105 آمپر، 110 آمپر، تو این قوس الکتریکی ایجاد میشه یک قوس ثابتی باشه و آرک فورس میاد چه این کاری رو واسه ما انجام میده. حالا تاثیر آرک فورس کجاست به صورت عملی؟ علاوه بر اون پایداری جوشی که به شما میده که حتی از صداش هم میتونه متوجه بشید، وقتی شما آرک فورس زیاد میکنی این نفوذ جوش، یعنی نفوذ قوس الکتریکی تیزتر میشه، عمیقتر میشه و کم کم میتونید مثلا یه حالت برش پیدا بکنه به جای جوش دادن، یا در قطعاتی که ضخامت بیشتری دارن شما با افزایش آرک فورس میتونید نفوذ جوش رو بیشتر کنید، یا اگر قطعاتی که نازک هست شما با افزایش آرک فورس میتونید اونو برش بده، یا اگر قطعاتتون نازک هست برای اینکه سوراخ نشه شما آرک فورس میتونید یه کوچولو کمترش بکنید. این تاثیر آرک فورس است. گزینه بعدی که باز بهش برمیخورید خاصیت ضد چسبندگی یا آنتی استیک هست. آنتی که یعنی ضد، استیک هم یعنی چسبیدن. بعضی دوستان تصور میکنن که این سیستم آنتی استیک جلوگیری میکنه از چسبیدن، در صورتی که این شکلی نیست. وقتی حالت استیک یا چسبیدن نوک الکترود به محل جوش اتفاق افتاد، اینورتر من اینو حس میکنه. چه شکلی حس میکنه؟ شما وقتی اتصال رخ میده و این اتصال مثلا توی یک ثانیه برطرف نمیشه و قوس الکتریکی نداریم، حد اکثر جریان از اینورتر عبور میکنه، از خروجی اینورتر عبور میکنه. ما یه جریان تنظیمی داشتیم، یه جریانی داشتیم بابت آرک فورس، مثلا آرک فورس رو گذاشتیم روی 10%. مثلا میگه اگر من روی 100 آمپر تنظیم کرده باشم، اگر حالت استیک یا چسبندگی ایجاد میشه، بیش از 110 آمپر ازش رد میشه، آرک فورس هم روی 10% و جریان من روی 100 آمپر باشه. بیش از 110 آمپر اگر رد بشه برای مثلا یک ثانیه یا دو ثانیه و به صورت همزمان ولتاژ خروجی، یعنی ولتاژ مثبت منفی خروجی الکترود صفر بشه، اینورتر من میفهمه چی؟ الکترود چی شده؟ چسبیده. و در این لحظه میاد هم جریان خروجی رو و هم ولتاژ خروجی رو صفر میکنه و اینجاست که شما میتونید الکترود رو در بیارید و این حالت آنتی استیک است. دوستان دمتون گرم که منو نگاه کردید. سعی کنم خیلی ساده و شفاف خدمتتون توضیح بدم. سوالی اگر دارید در کامنت ها بپرسید، شخصا همه کامنت ها رو میخونم و بهشون جواب میدم. کامنت گذاشتن شما و لایک کردن این ویدیو به ما کمک میکنه که بیشتر دیده بشیم و در نتیجه بیشتر انرژی بگیریم و محتوای بهتر و هدفمندتری براتون بسازیم. اشکان دمت گرم پشت دوربین بابت فیلمبرداری، عرفان دمت گرم بابت ادیت، از نصرم تشکر میکنم بابت توزیع این محتوا. سایت آچو هم سر بزنید، محتوای فوق العاده اونجا گذاشتیم که به دلتون میخوره. بقیه ویدیوهای کانال رو هم ببینید، در دست ندید. دمتون گرم.